تداوم حملات زنجیری علیه شیعیان هزاره در افغانستان با واکنش های مواجه شده است. در تازه ترین مورد شامگاه دیروز یک اتوبوس غیر نظامیان در غرب کابل هدف انفجار قرار گرفت که در آن دهاتن شهید و زخمی شدند. گروه تندروی سنی داعش مسئولیت این انفجار را عهده گرفته و گفته است که در آن سی نفر از شیعیان هزاره کشته و زخمی شدند. کارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. منطقه پرجمعیت جمعیت نشین قرب کابل شامگاه روز سهشنبه 16 آبان بار دیگر شاهد یک انفجار مرگ بار بود. انفجاری که اتوبوس حامل غیر نظامیان را هدف قرار داد. پلیس طالبان در کابل اعلام کرده است که در این انفجار دست کم 7 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند که همه غیر نظامی هستند. اما منابع مردمی شمار کشته شدگان این انفجار را بیش از ده نفر میدانند و میگویند که احتمال افزایش آمار تلفات نیز وجود دارد این انفجار در یکی از شلوغترین ساعتها رخ داده است زمانی که بسیاری از مردم از سر کار به خانه برمیگردند و بسیاری از آنها به دلیل فقر شدید مجبور هستند در های نوع کاستر که کرایه کمتری اخص می کنند سوار شوند به گفته منابع این اتوبوس ها زمانی که شامگاه در امتداد جاده شهید مزاری در غرب کابل حرکت می کنند مملو و از مسافرانی هستند که همه یا دست فروش هستند و یا کارگران روزمزد که برای کار به مناطق دیگر شهر کابل رفتند. گروه تندرو سنی داعش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است و گفته است که در آن سی نفر از شیعیان هزاره کشته و زخمی شدند. این حمله با واکنش های نیز مواجه شده است. ریچارد ونت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در واکنش به تداوم حملات علیه شیعیان هزاره گفته که باید تحقیقات کامل و شفاف برای شناسایی عاملان و پاسخگویی آنان صورت گیرد. او حملات در غرب کابل را وحشتناک توصیف کرده است. انفجار شامگاه دیروز در منطقه شیهنشین دشت برچی در غرب کابل از سوی بسیاری از فعالان هزاره نشانه تداوم حملات هدفمند علیه شیعیان هزاره در افغانستان دانسته شده است. در یک ماه اخیر این سومین حمله تروریستی است که شیعیان هزاره در افغانستان را هدف قرار می دهد و از آنها قربانی می گیرد. فعالان هزاره میگویند که سه حمله علیه شیعیان هزاره در یک ماه و در زمانی که طالبان ادعا می کنند امنیت سراسری را تامین کردهاند به معنی تداوم نسل کشی و تداوم حملات هدفمند علیه آنان است که هزاره ها را فقط به دلیل هویت قومی و مذهبیشان هدف قرار میدهند دو هفته پیش یک باشگاه ورزشی در همین منطقه هدف حمله انفجاری قرار گرفت که در آن شش جوان ورزشکار شیعه شهید و یازده تن دیگرشان زخمی شدند. پیش از آن انفجار دیگری در 21 مهر ماه شیعیان هزاره را در استان بغلان در شمال شرق افغانستان هنگام ادای نماز جمعه هدف قرار داد. گروه سنی تندروی داعش مسئولیت آن حمله ها را بر عهده گرفته بود.